خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و بینندگان عزیز. خیلی ممنون که من دعوت کردید. متشکرم. شما ماشاءالله توی فدراسیون‌های مختلف، جاهای مختلف خیلی علاقه به کاندیدا شدن دارین و حتی شورای یاری‌ها هم من دیدم که یه بار کاندیدا شدین. من سوالم این بود که حالا این همه جاهای مختلف ورزشی تو ورزش‌های مختلف کاندیدا میشین، عکس با شورت ورزشی دارین؟ عکس با شورت ورزشی یه اصطلاح معروفه، فکر کنم علی آقای پروین باشه. حتما دارم، نه تنها اون، چون من رشتم رزمی بوده، من کمانده مشکی دانه، الان دانه دور دارم، سالها هم توی این حوزه بودم، داور ملی بودم. سالها رو آروم کنیم که دانه دو اینا دیگه شوخی نداره. خب مثل خیلی از بچه های مملکت فوتبال بازی کردم، من کنار ورزش بودم. آره از مواد خیلی شما راه توی جاهای مختلف هر وقت که انتخاباتی بوده مازیار ناظمی رای نیاورده، ولی وقتی انتصابی بوده این انتصاب انجام شده. نه اینجوری نیست واقعا، یه خود محاسبه نکردن خودم. واقعا بگم من توی بسکتبال که حالا اشاره میفهمید، من اونجا ببینید فاز انتخابات، اگه فدراسیون‌ها رو میگیم، فدراسیون‌های ورزشی سازوکار خاص خودش داره. نفس حضور در انتخابات به عنوان یک مشارکت مدنی باید اینو به نظرم شما خیلی بهش بپردازین. حداقلش اینه که وقتی من وارد انتخابات میشم، دقیقاً یادم بسکتبال من رفتم اسم نوشتم، 26 تا دیگه هم رفتن اسم نوشتن. یعنی حداقلش اینه که تلورشو گرم کردیم برای اونجا. یه فدراسیون دیگه هم راستش بگم رفتم، من چون رشتم کاراته بود دوست داشتم برم کاراته. اون زمان آقای داورزنی من گفت آقا کاراته رو ول کن بیا برو این جودو که کسی نیست. شاید آقای داورزنی راضی نباشه بگم. آقای بیر اسماعیلی هم بود. من امروز که نگاه میکنم اگر من انتخاب شدم فکر کنم از آرش بیر اسماعیلی خیلی بدتر عمل نمیکردم. شورایاری محله هم که شما میگید بزنم بدون تعارف بگم، من خیلی جدیش نگرفتم. نگاه کردم دیدم که هر استوری که میذارم دیگه هیچی نباشه، 3000 نفر اینو میبینن یا بیشتر، تا 5-6000 نفر لایکش میکنن. پرسیدم چند تا رای میخوای؟ گفت آقا تو 100 تا رای هم بیاری اینجا. نه یه دونه تبلیغ کردم نه چیزی، رفتم اونجا دیدم نه، سازوکار انتخابات ولو در سطح شورایاری که سازوکار مشخصه. قبل از اینکه سوالم رو بپرسم یه نکته بگم، شما وقتی وارد وزارت ورزش شدید خیلی به خبرنگارهای جوانتر بها دادید، یعنی حتی توی جلسات هم دعوتشون میکردین. اتفاق خیلی خوبی بود، مشخص بود که دغدغتون رو توجه میکنید. این طرز فکره بر شما چجوری شکل گرفت؟ مشورت کردید؟ خودتون دغدغش رو داشتید؟ چه اتفاقی افتاد؟ من به شما بگم در دوره‌ای که من بودم، اینو ادعا میکنم به رغم همه مشکلات، ما رسانه‌ای ترین دوران ورزش کشور رو در سطح دولت پشت سر گذاشتیم. من بدون تعارف بهتون میگم ساختاری رو ما تحویل نگرفتیم که مثلا بگیم این چارچوب و این دستورالعمل برای برخورد با رسانه‌ها بود. خب حالا با اون چیزی که یاد گرفته بودیم، من اول فکر کردم که آقا دیگه اینجوری نیست که نگیم، باید بگیم چطور بگیم. و اتفاقا یه واقعیت بگم، این مونوپول ها رو هرچی ما شکستیم، فرصت به جوان ها دادیم، رسانه های جدیدتر رو قبول کردیم و از اون بحث های سنتی بیرون اومدیم، خیلی کمک شد به ما. کیروش تو امارات یه مصاحبه عجیب کرد سال 2019، آقای وزیر شخصا دستور دادن که شبانه باید اخراجشون بکنیم، آقای تاج میرن شبکه خبر عذرخواهی میکنن و قضیه حل میشه. خب اینم چرا انقدر به کیروش باج میدادیم ما؟ اصلا باج میدادیم بهشون یا چجوری بوده؟ خیلی کوتاه میمادیم جلوشون. ما به کیروش باج میدادیم، ناچار بودیم. آقای کیروش این چیزی که من باش آشنا شدم و دستم اومد، به شدت میل داشت هی سیستم رو دور بزنیم. یعنی مثلا رئیس فدراسیون دور میزد میرسید به وضعیت، همونجوری که تو امارات شما دیدید که به مرور این کارو کرد. اینو بدون تعارف مردم هم بگم، رسانه ها فشاری به مسئولین وارد میکنن که اینها رو اصطلاحا ما میگیم یک مارپیچ سکوت ایجاد میکنه. یعنی طرف میگه آقا بذار بره، بذار این باشه، فعلا این سر و صدا رو بخوابون. در این که ما تلاش کنیم به جای اینکه مسئله رو حل کنیم هی سر و صدا رو بخوابونیم، امثال آقای کیروش خوب روش میکنن. ما با آقای کیروش اینجوری رفتیم، یعنی ایشون خب میرفت حالا یه نتیجه میگرفت، یه پاداشی میداد و فشاری وارد میشد از یه برنامه و نظرسنجی و اینور و اونور، وزیرم تو فشار قرار میگرفت. و از اون برم ما رفتار حرفه‌ای بلد نبودیم. مثلا من خاطرم از ایشون در برنامه مرحوم آقای شفیع اومد یه نکته ای گفت، فرداش آقای وزیر به من زنگ زد گفت دعوتش کنی بیاد من ببینمش. این خطای مدیریتیه، یعنی وقتی مجموعهامون رو دور میزنیم میشکنیم. و از اون به بعد دیگه اصلا رئیس فدراسیون هیچ اهمیتی واسه آقای کیروش نداشت. من تو جلسه بودم، آقای کیروش هم اون ادبیات خاص خودش و میگم بسیار باهوش بود، میگفت به چشمای من نگاه کنید و اگه همین روز منو نمیخواید با بریم، خودش هم میدونست هیچ وقت هم چپ نمیتونست. بعد از اینکه کیروش رفت، ما چی شد که از گزینه هایی که شما گفتیم تو صفن مثل کلینزمن و زیدان و اینا که التماس میکنن تا رو خودمون بیاریم ایران، یهو رسیدیم به ویلموتس؟ دروغی گفته نشده ها،
من به شما بگم، به مردمم بگم. حالا اسمش هم میارم، جواد خیابانی عزیز، دوست خوبم، به من زنگ زد گفت آقای وزیر بگو که همین امشب کیروش رو ما برداریم، آقای حشمت مهاجرانی رو بیاریم بذاریم سرمربی، این تو امارات هم مربی کرده، کرده بازی فوتبال عربی رو میشناسه، بازی با عمان باشه. آقای کیروش برکنار نشو، خب بازی عمان رو برد، حالا اون پنالتی کی گرفت آقای بیرانوند، ولی خب دعوا ادامه داشت. حرکت از زمین ایران پشت مهاجم جریمه، علی بیرانوند بیا بیرون پنالتی هست اونجا، خود علی بیرانوند زبر خواهد ده، حرکت مبارکو میگیره بیرانوند بارکلا. و این رو من جالب به شما میگم، ایشون هم فشار میورد آقا پاداشو بردارید بیارید. خیلی جالبه، ما بنده خدا آقای داورزنی با 400 هزار یورو پول نقد از این پالتای 500 یورویی بود در کیف، فکر کنیم معاون وزیر مملکت، اونم شخصیت این آقای داورزنی، باید بلند شه در فرودگاه دبی بشینه اونجا هماهنگ کنم، بالاخره میدونید دیگه این جریان پول اینجوری چند ساعت معطل بشه، همه اینها رو به جون خریدیم. حالا تیم با اون وضع حذف شد از جام ملت‌های آسیا، ایشون فرصت 8 ساله اون بازی تلخ ژاپن رو یادتونه، پس رفتن ایشون شد. من تماس گرفتم اون زمان با دوستم آقای علوی که الان سخنگوی فدراسیون فوتبال هستن، خب امیر از دوستای قدیمی منه، گفتم امیر آقا می‌خواید چیکار کنیم؟ گفت که ما با 3 نفر صحبت کردیم، با زیدان، کلینزمن و مورینیو. مورینیو که اصلا اونجا داشت برای شبکه عربی گزارش می‌کرد، یعنی می‌خوام بگم اینا اتفاق افتاده، تخیل بنده نبوده. شما مدارک مذاکره با زیدان، مورینیو یا ما نقل قول داریم؟ نقل قوله، بله نقل قوله های اونجاست. ببینید اینا رو که ما باشون قاعدتا هم وزارتخونه نمیتونه وارد بشه. خیلی شبیه شو زیدان موقع رئال پیشنهاد داشت، قطعا اونجا رو که اظهار نظرهای اونا رو گفتیم. ببین پیشنهاده، خیلی جا ممکنه ایران هم اینو بگه، شما میدونی خیلی جاها پیشنهاد میدن، صحبتش هم میشم. شاید سوال کنی آقا چرا مربی ایرانی نیاوردید، اینم یه سواله. من اینجا به جرئت به شما میگم، اینو خودم از آقای تاج پرسیدم و ایشون دلیلش این بود. در اون زمان برگشت گفت آقا حضور مربی ایرانی، حالا اون زمان بس آقای دایی بود و کسای دیگه بودن، فوتبال ملی رو دو قطبی میکنه. نه ایشون نه هیئت رئیسه هیچ کدوم با اومدن مربی ایرانی به خصوص آقای دایی در اون زمان موافق نبودن. گزینه آقای برانکو بود، یعنی ما از برانکو رد شدیم، حالا به هر دلیل نیامد. در همون زمان مکالمه‌ای که من با آقای تاج داشتم تمرکز رو آقای برانکو بود. در نهایت ما رسیدیم به آقای ویلموتس. یوز من آقای وزیر دیدم که ازشون سوال کردم آقا چجوریه، گفت اینا قرارداد آوردن، چون ما همون قصه ای که داشتیم با خیلی از قبلی ها که اینا میرفتن حالا پول نمیرسید، بالاخره این تحریم های واقعا ظالمانه و ناجوانانه نمیذاره پول تو مملکت بیاد. ایشون گفت ما یه بندی گذاشتیم توش، آقا 3 ماه چه شما خوشت نیامد چه ما خوشمون نیامد، 3 ماه برآمد میدیم، خداحافظ شما. این بحثی بود. حالا دیگه از اونجا رفته چه اتفاقی بعدش افتاده، اون عبارات تعبیر حقوقیش چیه، به چه شکلی، اینا واقعا همه در ید فدراسیون فوتبال بود دیگه. خب متن رو شما اظهار نظر کردید در مورد رفتن علیرضا فغانی که همه ناراحت بودن، بعد قرار شد اسم ایشون از لیست خارج بشه، شما نوشته بودید که به سلامت، ما نیروهای جوانی داریم که میتونن در آینده جای ایشون رو بگیرن. در مورد آقای فغانی، ببین بزرگوار، من آقای فغانی شاید خودش بتونه بگه یه روز به شما، همین الانم در شبکه‌های اجتماعی همدیگر رو فالو کردیم، لایک میکنیم همدیگر، من میدونه خودش هم دوستش دارم، ولی یه چیزی یادتون باشه، وطن هتل نیست، هر وقت دلت نخواست بری، هر وقت دلت خواست برگردی. این کشور اگر مشکل داره برای هممون داره، اگر هم خوبی داره خوش بس باید کنار هم بیستیم. داستان این که میگن وزیر پرسپولیسیه از ویدیو شما شروع شد. هر جور من فکر میکنم هیچ شکلی نداره که وزیر بخواد یه تیمی 3 سال مثلا قهرمان بشه اون یکی نشه. به لحاظ مدیریتی عقلم حکم میکنه خب آقا اگه 3 بار این قهرمان شه یه بارم بزن این قهرمان شه. یه نگاهی بکنیم به همین نتایج دو تیم توی همین 4 تا دوره لیگ برتر گذشته، دو تاییشون جز تیم‌های اول تا سوم بودن. حالا پرسپولیس قهرمان شده، استقلال هم پایین نرفته 14ام بشه، یه جام حذفی حداقل داشته. ذاتم اینه که قهرمانی به یه تیم میرسه دیگه، از یه طرف دیگه داره اتفاق بزرگ میفته، اینو چرا بهش نفردازیم؟ بعد از سالها شعار دادن آقا میشود نمیشود، داره اینا خصوصی میشه. یه زمان یادتونه پول رانتی نفت وارد این دوتا تیم میشد، مدیر عامل ها شباخت و منامای خود من میمدن میترکوندن یه بازیکن ها هی میبارن بالا. خب کجا میبنی پوله؟ من به شما بگم جوری شده بود مهر و چک باشگاه های این دوتا باشگاه دست آدم های بیرونی بود، هر روز شما میدیدی که اومده با یه چک یه میلیاردی دستش، بعد میدادی بررسی میشد این آقا چک 3 روز پیش آماده شده زده شد. نمیخوام اسم باشگاهش رو بیارم، یکی از همین سرخابی ها رفتیم برای بازدیدی، اون دراوری که بود هل دادن اونجا نگاه کردیم، زیرش دیدیم یه برگه افتاده اندازه این کف دست من، پاره و پوره.
آقای فلان بازیکن مطرح نمیشه بود این جانب نه 700 میلیون تومان دریافت کردن. این رسید یک پول 700 میلیونی زیر کمد افتاده اونجا. جلسه توی وزارت ورزش شد، آقای دایی پروین و حالا آقای خادم یه وایسی منتشر شد از اون جلسه که تنش بین آقای شما شنیدیم اون وایسو. آقای دایی گفتن که آقای ضبط صوت این وایس رو داده بیرون و در واقع حالا اون متنش هم کامل منتشر شد توی رسانه ها و اینکه یک بار هم خب حالا اون وایس معروف آقای دایی که در مورد آقای مایلیکان صحبت کرده بودم شما منتشر کرده بودید، وایس آشتیشون شد. آره بعد آره خواستم بپرسم که یک اینکه چرا کلا این کارو میکنید، یعنی وایس خصوصی چرا منتشر؟ ببینید شما الان سر اینی که آقا این چرا اومد بیرون ولی سر مفاهیمش صحبت نمیکنید، که وقتی صحبت میشد همدیگر رو متهم میکنن که تو زیر میزی 500 میلیون میگیری تا فلان بازیکن بیاد، چرا راجب این کسی صحبت نمیکنه؟ چرا مردم نباید اینو بدونن؟ الان شما اینقدر که درگیرید آقا این وایس چجوری اومد بیرون، حاضر نیستی بری بپرسی آقا این دو نفری که به هم گفتن آقا تو که 500 میلیون میگیری اون یکی میگه فلان میگه این یعنی چی؟ من تمام قراردادهای پرسپولیس و بعد استقلال رو دادم به ایسنا و جای دیگه کار کرد، دعوا شد آقا ما رو تهدید کردن، چرا باید محرمانه باشه؟ چرا نباید بدونن؟ خب ببینید بس چی بود، در اون زمان میگفتن آقا ما آجیل شبه ایدم نداریم، درسته یا نه؟ آیا این کلاه گذاشتن سر هوادار هست یا نه؟ سر مردم هست یا نه؟ عوام فریبی هست یا نه؟ خب مندم باید اینو منتشر میکنم که آقا آجیل کدومه؟ هم آجیلشون رو دارن، هم پولشون رو گرفتن، هم ماشینشون رو گرفتن، همه چیشون رو گرفتن. آقای ناظمی، هواداران پرسپولیس و استقلال توی یک زمینه اگه اشتراک نظر داشته باشن اینه که میگن که وزیر ورزش مربیان موفق ما رو فراری داد. استارموچنی، برانکو، کالدرون. حالا فراری دادن نه به صرف اینکه واقعا بخوام فراری دادن، ولی خب قبول دارید نهایتش اینه که سوء مدیریتی بود از افرادی که وزیر ورزش این دوستان رو منصوب کرده. آقای کالدرون که خب بالاخره یک مشکلاتی با آقای انصاری فر پیدا کرده و این رو رد نمی کنم، آقای انصاری فر خب حالا یک نگاه دیگری داشت و در نهایت هم اتفاق نرسید، اینو من در جریان بودم. در مورد آقای استارامونچینی من واقعا به قطعیت به شما میگم، شاید اینو جایی کمتر یا اصلا نگفته باشیم، تو برنامه شما میگم، ما حتی داشتیم درخواست میکردیم از مقام قضایی که یک شب ورود ایشون رو یک روز به تعویق بندازیم به یه شکلی که بتونیم اینجا وایس پولش رو بهش بدیم، همین ایران بدیم، چون به شدت داشت روی این موضوع کار میشد که آقا بالاخره ایشون موفق شده بود بعد از چند 5 هفته ناکامی داشت. خود آقای استراباچونی داشتن میدن بیرون. میدونید چه کسی باعث شد آقای استراباچونی بمونه؟ خود آقای وزیر ورزش. پول رو از کانال ها، شاید کانال های مختلف رو با همین تحریم ها سوزوندیم برای اینکه باید اعلام کردیم که به این آقای استراماچونی پول بدیم، سفارت ها رو اومدن کمک کردن، بخش های مختلف اومدن، به طور مشخص آقای استراماچونی، به طور مشخص آقای استراماچونی هیچ مشکل نداشتیم، تمام حیثیت کاری و مدیریتی و حرفه ایمون رو گذاشتیم که ایشون برگرده برنکش. آقای برانکو ببینی، آقای برانکو هیچ مشکلی باش نداشتیم، واقعا هم نداشتیم، ولی اینا توی جاهای احساس می‌کنم مربی حرفه‌این، این تعارف بزنین که احساس کنم چوب خط پر شده. حالا به عنوان سوال آخر من می‌خواستم ببینم که اگر شما الان جای ما بودین به عملکرد آقای مازیار ناظمی چه انتقادی وارد می‌کردی؟ همین حرفی که زدم میگفتم کاش که نمی‌کردی. من از کارکرد خودم ناراضی نیستم، از این راهی هم که رفتم قطعا ناراضی نیستم. خیلی گفتگوی خوبی بود، دستتونم درد نکنه، متشکر از برنامه فرمول 1 هرچیشو پخش کردین که نوش جونتون و منم تشکر میکنم.